به سرنوشت خوش آمدید. تلاش برای مهار ناامنی ها از طرح مجلس نمایندگان تا نبرد نیروهای امنیتی، ناامنی های این اواخر در کشور به پیشینه خوانده شده است، به ویژه ناامنی های شمال که در گذشته از امنیت نسبی برخوردار بود. ادامه ناآرامی ها مجلس نمایندگان را بران داشته تا خود دست به کار شود و طرح جامع امنیتی را برای مبارزه با ناامنی ها تدوین و تصویب کند. نمایندگان مجلس عدم معرفی وزیر جنگ، ادامه کار سرپرستوالیان، سطح نگری حکومت، کمبود تجهیزات سنگین و پشتیبانی هوایی، ابهام در روند صلح، تولید مواد مخدر، تغییر جغرافیای جنگ، نبود هماهنگی میان نیروهای امنیتی و باز بودن سرحدات را از عوامل افزایش ناامنی در کشور می‌دانند. بررسی این موضوع با آقایان فکوری بهشتی و عضو مجلس نمایندگان و جنرال صدیق ساحل آگاه نظامی و آقای صدیق ساحل تا دقایق بعد تشریف خواهند آورد. خیلی خوش آمدین آقای بهشتی. خب ناامنی های اخیر به پیشینه خوانده شده و به ویژه ناامنی های شمال، موافق هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان محترم. متاسفانه اونچه که دیده میشه در طول 13 سال گذشته و امسال بعد از تحولات انتخابات ریاست جمهوری و به چالش کشیدن انتخابات و انتظاراتی که مردم از دولت وحدت ملی داشت، اینا همه دست به دست هم میده و میبینیم که امروز تغییرات 180 درجه نسبت به اوضاع امنیتی پیش آمده و آحاد مردم را نسبت به اوضاع امنیتی نگران ساخته. شما همونطوری که اشاره شد، مجلس نمایندگان در هفته قبل نیروهای امنیتی را خواسته بود، بعد جلسه عمومیشان یک روز اختصاص داد نسبت به بررسی اوضاع امنیتی کشور و عواملی که بررسی شد که شما نمان کردین. اینا مجموعه عوامل بود که از طرف مجلس نمایندگان عوامل چالش یا عوامل چالش های امنیتی در راستای اوضاع امنیتی کلی بود. اما اونچه که میتونیم بررسی بکنیم و راهکار ارائه بکنیم است که ما در بررسی های خود خب روی که راهکارا چی باشه برای کاهش ناامنی حتما میرسیم، اما خب میخوام دقیقاً پاسخ شما رو بگیرم که بی که گفتم میشه ناامنی های اخیر بی سابقه است، در طول 13 14 سال عمر نظام جدید ما نداریم، چیز صادق است، درست است؟ خب تا حدی میبینیم که بله، نسبت به 13 سال گذشته ناامنی ها، چون در 13 سال گذشته حداقل شمال کشور تا حد زیادی امنیت داشت و در جنوب کشور مشکلات زیاد وجود داشت. حالا برعکس میشه، در شمال ناامنی هست، در جنوب کم. حالا برعکس شده و در جنوب کمتر است، در شمال بیشتر. خب مشکلاتی است که متاسفانه کسانی که جنگ را در افغانستان رهبری میکنه و به جنگ امکانات پول پرداخت میکنه، اینا از خارجی از افغانستان، این از سطح ملی ما خارج است و امروز افغانستان را بستر جنگ ساخته و بستر ناامنی و رقابت قدرت های بزرگ در منطقه است. یا به عبارت دیگر، امروز همونطور که رئیس جمهور تعبیر کرد، تعبیر به نظر بسیار مناسب بود که در افغانستان یک نوع جنگ جرمی در جریان است. به این معنا که در افغانستان، خب افغانستان از منابع زیرزمینی سرشار برخوردار است و منابع زیرزمینی را امکانات ملی ما قادر به استخراجش نیست و در سطح کشور، در سطح مردم افغانستان شاید یک مورد پیدا نشود که کمپانی یا شرکت تخصصی مبنی بر این که اینا به لحاظ امکانات قادر به باشه که در استخراج معادن از قبل آهن، میز، نفت و گاز و ده ها معادن دیگری که ما داریم اینا را استخراج بکنه. لذا اونچه که رئیس جمهور اقتصاد جرمی گفته، اونچه که اقتصاد جرمی گفته، یکی موضوع استخراج معادن است. مورد دویم با تحلیل و بررسی ما است که منظور از وزارت جمهور مسئله کشت و قاچاق مواد مخدر است. در کشت قاچاق مواد مخدر ما میبینیم که متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که در طول 13 سال اونچه امکانات برای
افغانستان داده شده در ارتباط با مبارزه با کشت قاچاق مواد مخدر، این برعکس رفتار شده و برعکس عمل شده. ما در دور 15 یک هیئتی رفتیم به قندهار، به هلمند، به اورزگان، وقتی ساحه را دیدیم که مملو از کشت تریاک است. با تحاقین وقتی مصاحبه کردیم از اونا پرسیدیم که خب یکی از اهداف جام جهانی در افغانستان مبارزه با کشت قاچاق مواد مخدر است، چطور کسی مزاحمتان نیست؟ اونا در جواب میگفتند نه، هیچ کسی مزاحم ما نیست، نه در قندهار، نه در هلمند، نه در اورزگان. اما اونا اضافه میکردن، دهاقین اضافه میکردن که ما وقتی تریاک کشت میکنیم از فقر و بیچارگی، بعد وقتی برداشت میکنیم حاصل زره، نیروهای امنیتی افغانستان میایه، مخصوصا امنیت ملی، به خاطر کشت قاچاق کشت مواد مخدر 1 کیلو 2 کیلو ما به حاصل برمیداریم، میره از پیش ما میگیره یا به قیمت بسیار نازل به فروش میرسانیم. اما خارجی ها روز روشن تیاره ها رو مملو از تریاک میکنه و پرواز میکنه، ما نمیدانیم اینا کجا میبره. بنابراین این دو عامل از عوامل عمده جنگ جرمی در افغانستان است. موضوع سوم هم مسئله فساد اداری است. در فساد اداری وقتی محاسبه کنیم، مؤسسه سیگار یک مؤسسه ناظر بر کمک های ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. شما بارها از طریق مطبوعات شنیدید که مؤسسه نسبت به بجا مصرف شدن کمک های آمریکا به افغانستان اظهار نگرانی کرده در موارد مختلف. در این اواخر 800 میلیون دلاری که در سوختبار نیروهای وزارت دفاع افغانستان مصرف شده و وجه مصرفشون معلوم نیست، نگرانی خود اعلام کرد و ده ها مورد دیگر در طول 13 سال بوده. در عرصه انکشاف و بازسازی من به همین شکل بوده. وقتی میبینیم که منبع یا دونر کمک های خود پرداخت میکنه برای ساخت مثلا یک پروژه 100 میلیون دلاری، همین پروژه با یک کمپانی که بالاخره خارجی قرارداد وضع میشه ولی کمپانی خارجی اصلا داخل افغانستان نمیایه، یا به برادر مقامات آلدبی دولت یا به یک مقامی که شرکت ساختمانی داشته باشه با وزیر شریک باشه، اینا بالاخره کار را انجام میده با 3-4 دست که در بالاخره در همین 3-4 دستی کمک های قیمت پروژه نصف میشه یا بیشتر از نصف، باقیش باقی مانده به یک کمپانی داده میشه که او بالاخره خب نصف رو تطبیق و نصف دیگه. در نتیجه پروژه 100 میلیون دلار ارزش داشته باشه به 30 تا 40 میلیون دلار یه تطبیق میشه که بسیار به کیفیت است. آقای بشیری، خب ما دقیقاً پرسش می بود که چی شده که ناامنی ها در این مقطع زمانی و با تشکیل دولت وحدت ملی به سابقه خوانده میشه، او هم انتقالش از شمال از جنوب به شمال. خب چیزی که شما گفتین که بیرونی ها مداخله میکنه چیزی بوده که از آغاز از گذشته ها به او اشاره شده و مواد مخدر چیزی است که از خیلی ها دور به این سو ما قاچاق مواد مخدر داریم و فساد اداری هم چیزی نوی نیست. خب اگر لطف کنین کوتاه جواب بدین، چی چیز آمده جنگ به سابقه ساخته؟ خب یک از مشکلات جنگ های نیابتی که در افغانستان وجود داره، من قبلا هم اشاره کردم، متاسفانه افغانستان بستر رقابت های جنگ کشورهای بزرگ شده. امروز اگر القاعده دشمنی در دنیا داره، آمریکا و ناتو است. اگر بالاخره دار دشمن دومی درجه دومش روسیه است، اینا میخوای القاعده یا داعش یا کسانی که بالاخره در مجموع مخالفین اینا هستن، گرچه ما نمیخوایم بگیم مخالف افغانستان اونا مخالف انسانیت است، اما در مجموع امروز عنوان میکنه با قدرت های بزرگ میجنگه، ولی اینا کوشش میکنه که همین جنگ ها را در عراق، در سوریه، در یمن و بالاخره در افغانستان خوب شعله‌ور بکنه یا اینا رو مصروف بکنه به شکل از اشکال، چون در افغانستان هم نیروی جنگی ارزان است و هم زمینه و فرصت مساعد است که متاسفانه این آتش دامن افغانستان را گرفته و ما انتظار توقعی ماست که طولانی نشه، مردم افغانستان متوجه قضایا شوه و با حکومت با نیروی امنیتیشون همکاری بکنه تا از وضعیت ادامه پیدا نکنه. آقای سوال خیلی خوش آمدید. خب پرسشی که از آقای بیشتی داشتم در ارتباط با ناامنی ها، ناامنی هایی که به سابقه خوانده میشه، انتقالش از جنوب به شمال به سابقه خوانده میشه. خب پرسشم از آقای بیشتی بود که چی شد که جنگ به سابقه شد؟
خب ایشان گفتن که خب نقش بیرونی ها در جنگ افغانستان، رقابت کشورها، خب مواد مخدر، فساد اداری، همه یا نقش دارن. خب همین سوال از شما هم می داشته باشم، چی شد که با آغاز فصل بهار، با تشکیل دولت وحدت ملی، ناامنی ها به این صورت شدت می گیره و به صورت بی سابقه از جنوب به شمال انتقال میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین درود بسپارم به روان پاک او قربانی های حوادث خونین اخیری که در ولایت ننگرهار، هلمند، صفات شمال و خصوصا در داخل شهر کابل به خاک خون کشانیده شدن، به خانواده هایشان همچنان تسلیت. وضعیت ناامن بودن و بحث ناامنی در جغرافیای افغانستان از مدت‌های طولانی به این طرف، خصوصا بعد از استقرار حکومت مجاهدین در افغانستان، شدت پیدا کرده. در قدم اول همزمان با تاراج و چپاول مال بیت المال و کشتار اضافه تر از 50,000 انسان در داخل شهر کابل، تمام اساسی‌های اردوی افغانستان چپاول شد و این تکثیر شد به حلقات و گروه ها و سازمان های استخبارات منطقه توسط جواسیس داخلی. خب اگر مشخص در این مقطع زمانی از 2001 به این سو که خب نظام نو میاد، کشورهای خارجی برای نظام سازی میان، خب حالا برای چه ما تا 13 سال با این همه توجه جامعه جهانی و کار امنیت نداره؟ شما اصلا بله. پرنسیبا با جلو صحبت نگیرین، اصل موضوع سر توزیع اسلحه است. انبارهای اسلحه افغانستان توسط چپاولگرا و تاراجگرا چور شد، چپاول شد، به شبکه های استخبارات منطقه معامله شد و به دست گروه های غیر مسئول در داخل جغرافیای افغانستان افتاد که امروز جمع‌آوریز و با وصف ناکام بودن پروسه دیدیار و دایاک تا امروز یه اسلحه متاسفانه جمع نشده، که یکی از عوامل ناامنی موجودیت اسلحه به دست اشخاص و حلقات غیر مسئول در داخل افغانستان است. و دومی را هم باید فراموش نکنیم که جغرافیایی که مرتبط است به سرحدات بیرونی در داخل افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع، زمینه های تداخل استخبارات منطقه را خصوصا پاکستان را مساعد ساخته که با صدور جنگ ابزارها، انتقال مواد مخدر و شیوع فساد اداری و فرهنگ گریز از قانون در داخل افغانستان، اینا ممد ممثل یک دیگر هستند. و ای که چرا دامنه ناامنی ها وسعت پیدا میکنه، تنها ما بار ملامتی را نباید سر کشورهای خارجی پرتیم، ولی این ظرفیت ها را در وجود خود ما باید سراغ کنیم. با موجودیت اضافه تر از 400,000 نفر نیروهای مسلح که امروز در تشکیلات خواهی مسلح وجود داره، ما ظرفیت سازی خود آنچه در طول 13 سال ایجاب میکد به سرعت پیش برده نتانستیم. همچنان در داخل مواردی که فساد داده بیداد میزنه که رئیس جمهور سابقه و رئیس جمهور کنونی هم در مورد شکایت دارند و ملت افغانستان به سطوع آمده از فساد موجود در جغرافی افغانستان، او هم موجودیت عناصر نامطلوب در داخل نظام خصوصا در رده های بلند نظام است که فساد ترغیب میکنه، تشویق میکنه و در داخل افغانستان ترویج کرده، و این خود عوامل اساسیش است که در درون ما تا امروز با وصف صدور احکام مختلف، دایرکتیف های مختلف، طرحهای مختلف، موجودیت یک پارلمان که دو دور 15 و 16 تا امروز نتایج کارشان بر ملت افغانستان معلوم است، در موجودیت ارگان های ثلاثه کشور و سرقومندانی اعلی و شورای امنیت، تا امروز ما متاسفانه که نتانستیم که یک طرح امنیتی در داخل جغرافی افغانستان داشته باشیم. چنانچه روز گذشته جناب رئیس ولسی جرگه هم یادآوری کردند که باید تر هر چیز زودتر جور شود. ما یک قبل از اینکه به طرف طرح بریم، ما همه چیز در جغرافی افغانستان داریم، همه چیز در وزارت های کلیدی قوای مسلح داریم، از جمله داخل دفاع و امنیت، ارگان های کشف داریم، ارگان های اطلاعات داریم، ولی چیزی که نداریم او ظرفیت است. و در کنار از موجودیت حاکمیت فرهنگ مبتذل مصلحت های قومی تنظیمی که بر بنیاد سلیقه های شخصی گزینش ها در ارگان های امنیتی صورت گرفته،
که متاسفانه امو اشخاص افرادی که از آدرس اشخاص افراد تنظیم های جهادی معرفی شدن، موثریتشان متاسفانه در راستای تامین امنیت بواج احسن متصور نمیشه، که یکی از عوامل بسا مهم اساسی است که در داخل سیاست داخلی خود ما کمی ها و کاستی های وافری را داریم که متاسفانه دولت مردای ما فعلا هم تحت تاثیر مصلحت های قومی و سمتی و سلیقوی و حتی مذهبی قرار گرفتن. خب آقای سوهیل، لطفاً کوتاه جواب بدین. عواملی که شما گفتین دقیقاً چیزایی بوده که بسیاری اشاره میکنن موقع بیشتر اشاره کرد. فساد اداری، خب مصلحت های قومی و مثلا چیزایی که شما اشاره کردین یک طرح امنیتی نداره. خب اما خب چیزایی بوده که مثل قاچاق مواد مخدر و یا از گذشته ها بوده. خب حالا که ما شاهد ایستیم که بسیاری ها باور دارن جنگ ناامنی به سابقه شده، با چنین چیزی موافق هستین؟ یعنی با بی سابقگی جنگ موافق هستین؟ ببینید، اگر واقعا نظر به تحقیقاتی که مراکز تحقیقات علمی از این جمله مراکز استراتژیک و سیاسی در داخل جغرافی افغانستان انجام داده است، صرف نظر از سروی های متعددی که حلقات خارجی هم در این مورد انجام داده و تصویری که ما از حکومت داری در طول 14 سال از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داشتیم و تصویری که از حکومت وحدت ملی ملت افغانستان ما داریم، تا هنوز دولت افغانستان قادر به این نشده که برنامه های تدابیری را در راستای جلوگیری، یعنی در راستای وقایه از بروز حوادث، وقایه از ورود عناصر نامطلوب، جنگجو، تروریست، خوناشام و ضد منافع ملی که روی هم رفته ثبات صلح را در داخل جغرافی افغانستان به مخاطره مواجه می سازه. وقایه یکی از ارزش های بسیار مهم و اساسی است که نه تنها در سیاست، در طبابت و در مسائل اجتماعی هم مورد بحث قرار می گیره، چنانچه قبل از وقوع هر نوع واقعه و واقعاتی که پیش بینی میشه در بطن باید تدابیر گرفته شود و وقایع شود. که امروز ظرفیت هایی که ما در وجود کشف اطلاعات میبینیم که یک سوال بسیار بسا مهم پیش فرد شهروندان افغانستان وجود داره، خصوصا در پایتخت 6 میلیونی شهر کابل با وصف موجودیت 35,000 نیروهای مسلح که تنها در شهر کابل افراز هستند، وظیفه تامین امنیت دارند، که چگونه یک تروریست انتحاری از عبور میکنه از مرز سرحدات به داخل شهرها میه، در داخل هتل ها جای به جای میشه، یاشه میشه، اباطه میشه، به داخل وسایط اهداف و تارگت برش مشخص میشه و هدف رسانده میشه. این خودش مطالبی است، مسائلی است که اکثریت رهبرای سیاسی افغانستان هم به این موضوع اشاره کرده که هرگاه یک کسی که تروریست انتحاری را مشایعت میکنه یا قاچاق اسلحه یا قاچاق مواد مخدر یا در فساد دست داره، در یکی از چارایی های عام اینا به محضر عام محکمه منصفانه و عادلانه شوه، اعدام شوه، روی سیاسی شوه، سر خرچه پسوار شوند. یعنی اصلا استبداد، ما نیاز داریم به یک اداره استبدادی تا که قانون جبران و قهرن تطبیق کنیم سر اشخاصی که گریز دارن از قانون، اشخاصی که مفسد هستن، اشخاص مصلحتگرا. بنان ما مولود دموکراسی را خودش مولود یک اداره استبدادی میدانیم، استبداد در راستای صحت، حفظ محیط زیست، بازسازی، امنیت و تمامیت جسمی شهروندان، که متاسفانه امروز در موجودیت سیاهی لشکر ما کوچکترین تدابیر وقایعی در راستای تامین امنیت شهروندان نداریم. سپاسگزار. ادامه برنامه پس از این وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای بیشتی. خب اظهارات آقای سایل کشنیدین، خب برای که ما به این صورتش نامنی و نابسامونی نداشته باشیم بک اداره استبدادی نیاز است و کسایی که خب تروریست ها را مشایعت میکنن و باید مجازات شوند، اعدام شوند. خب به باور شما چه کسایی تروریست ها را مشایعت میکنن؟ خب جناب آقای سایل خودشان حضور داره، میتونن مشخص جواب بده. من به چند چیز اشاره میکنم که میتونه در آینده برای افغانستان راهکار مفید باشه. همونطور که اشاره شد، متاسفانه یکی از عوامل نامنی و از این اختلافات ما مخالفین افغانستان استفاده سو کردن دامن زدن به اختلافات قومی است. ما در جای احزاب سیاسی دموکراسی آمده مسائل قومی رو دامن زده. متاسفانه امروز در افغانستان حزب ملی وجود نداره. حزب همه عیار شده در چوکات قومی. اساسی ترین
آسیب افغانستان از این بابت دیده. ما امروز اگر در پارلمان یک حزب حاکم بودی، پارلمان از این تشتت و پراگندگی بیرون میشد. پارلمان هم مشکل داره، چون 249 نفر، 249 رای است، 249 حزب است. چون حزبی حاکم نیست افغانستان در پارلمان که حزب یک تصمیم بگیره، باز افراد خود را به اون قسم عیار بکنه و یک تصمیم قاطع در ارتباط تامین امنیت و مسائلی که عمدتا از صلاحیت هایش در قانون اساسی است اینا را داشته باشه. ما در طول دو دوره قادر نشدیم کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت را تشکیل بدیم. در این دوره یک کمیسیون تشکیل دادیم برای 6 ماه صرفا در قسمت بررسی زمین های غصبی در افغانستان که یک سر کارهای انجام داد، اما صرفا در اون بخش بود. 6 ماه تمام شد و هم منحل شد و سلام. اما دیگه قادر نشدیم، چون یکی از راههایی که میتونه حکومت را کارش بررسی بکنه و نظارت بکنه کمیسیون بررسی اعمال حکومت است که نتونستیم. دلیل چیست که در افغانستان، در پارلمان افغانستان متاسفانه همونطوری قبل اشاره کردیم حزب حاکم نیه و هر کس هم انفرادی عمل داره، انفرادی نظر داره، انفرادی هم کار میکنه. موضوع دیگری که در افغانستان بسیار بسیار مهم است، متاسفانه که روش کار نشده، تقویت نیروهای امنیتی به استاندارد جهانی است. ما امروز بعد از 13 سال که امکاناتی هم برای در نیروهای امنیتی افغانستان زیاد مصرف شده، ولی بازم کمبودات در خب برای چی تقویت نشده در تجهیز از اینا کمبود داریم. برای چی؟ به خاطر که خب متاسفانه شیوه پول دادن خارجی‌ها به افغانستان بگونه بود که کمک‌ها از طریق دولت افغانستان نمی‌آمد تا شورای ملی نظارت بکنه، حتی حکومت افغانستان هم می‌ترس نظارت بکنه. این پول‌ها غیر از خارج از بودجه افغانستان غیر اختیاری می‌آمد. دیدیم که ما در دور 15 هم مخته بررسی کردیم، یک کلاشنکوفی که در اختیار نیروی افغانستان قرار می‌گرفت 67000 دلار ارزش داشت، یعنی محاسبه میکرد، در حالی که در بازار 30000 افغانی پیدا میشد. بهترین کلاشنکوف، کلاشنکوف ساخت روس، اینا کلاشنکوفی که فعلا یا تفنگایی که فعلا در اختیار نیروی امنیتی قرار داده به مراتب بی‌کیفیت تر از اونا بوده. یعنی تقصیرش به خارجی ها برمیگرده. دونر بله. دونر با یک شرکتی که در داخل افغانستان این خدمات به عهده میگرفت تبونی میکرد. یک از ده ها عوامل دیگر است که در پروژه انکشافی قبل اشاره کردیم همه عوامل تاثیر داشت. مسئله دیگری که بسیار مشکل است و میتونه افغانستان روش تاکید بکنه همانگی یا برقرار روابط نیک با همسایه هاست. گرچه خب ما از بعض همسایه ها خاطری خوش نداریم و تا حال افغانستان آماده نیست که به یک شکلی حتی مشکلی خط دوران به عنوان مرز عنوان بکنه و اینا همیشه تعبیر سرحد استفاده میکنه. چنان جای سهیل شما متوجه این که تعبیر مرز و سهیل از نظر حقوقی تفاوت داره. وقت ما 2400 متر کیلومتر مرزی که با همسایه شرقی خود داریم هیچگاهی حاضر نشدیم که را تحت پوش امنیتی قرار بدیم. حتی دورانی که 150000 نیروی خارجی در افغانستان بود، پارلمان همیشه فریاد کشیدن که از همین نیروهای خارجی در سرحد در افغانستان قرار داده شد تا اینکه این مرز تحت پوش قرار داد. ما آسیب پذیری ما بیشتر از این مرز است. خب ما همه میگیم که خارج نیروهای مخالف ما از همین مرز میآید و داخل افغانستان میآید، اشکالات ایجاد میکنه و اینا برمیگرده اونجا برای تعلیم و آموزش. اینا این مورد دوم است که آسیب پذیری ما را بسیار بسیار زیاد کرده. مسئله سوم که باز در طول 30 سال گذشته، 36 سال گذشته، این بیش از 3 دهه افغانستان همیشه در جنگ سپری کرده و چی در حال حالا ما در حال جنگ هستیم. متاسفانه این نیازی به زمان داره که ما این زمان ازش خوب استفاده نتونستیم، مخصوصا در طول 13 سال زمان فرصتی و امکاناتی بسیار برای ما بود اما مدیریت خوب نشد. عوامل زیاد داشت که این امکانات به جای مصرف نشد. یکی اولین عاملش بود که خارجی‌های دونرها پول در دولت افغانستان نمیداد تا این شامل بودجه شود. وقت شامل بودجه میشد هم دولت و حکومت میتونست نظارت بکنه در بخش خودشان و هم پارلمان میتونست بر کارکرد حکومت نظارت بکنه که متاسفانه همین حالا ما شما نشسته هستیم.
بیش از 80% کمک های خارجی غیر اختیاری هستند که نه پارلمان حق نظارت داره و نه حکومت حق نظارت داره. بین دونر و بین کمپانی که با دونر می سازه یک سر مسائل ایجاد میکنه. آقای بشتی، در خصوص افزایش نامنی ها، خب شما از سطح نگری دولت انتقاد کردین و این را یک عامل دانستین و گفتین خب برای چی وزیر جنگ معرفی نمیشه، برای چی معرفی نمیشه و خب اقدام مجلس چگونه میبینین؟ چیزی که شما قصد دارین طرح امنیتی تصویب بکنین به چی صورتی؟ شما دیدید که پارلمان افغانستان چندین بار حکومت را تحت فشار قرار دادن. در یک ساعت امتیازی وقتی صحبت انجام میشه مرتب نمایندگانی که فرصت صحبت پیدا میکنه از نگرانی هایی که مردم داره، از عدم معرفی وزیر دفاع، از عدم معرفی والی های سرپرست، قماندان امنیه، اینا همه به نحوی در نیروهای امنیتی در عوامل یا نامنی های اخیر تاثیر داره. اما ای که جنگ تغییر کرده از در فاصله یک 5-6 ماه از جنوب به شمال رفته یا به عبارت دیگه شمال صحنه جنگ قرار گرفته، ما معتقد هستیم که اینا عوامل بیرونی داره و همطور قبلا اشاره کردیم عوامل بیرونی میخواه علاوه بر خاور میانه آسیای میانه و آسیای جنوبی هم دستخوش حوادث شوه. وقت ناراضی هایی که از ازبکستان است، از تاجیکستان است، از قرقیزستان است، اینا همه دست به دست هم دیگر داده و آمده با یک امکاناتی بسیار بسیار فراوان شد. در ارتباط وزیر داخله که به کنوز رفته بود گفت که در ناامنی شمال دست کسایی است که در نظام هستند، دوستای ما، کسایی که نظام قبول دارن و قانون اساسی را. خب وزیر داخله در پارلمان مورد پرسش قرار گرفت، ایشان چیزی مشخص در اونجا نداشت، ما هم از مطبوعات نظرشون رو دیدیم. اما علاوه بر چیزایی که وزیر داخله میگه و نمایندگان مردم معلوماتشون ارائه میکنه، من معتقد هستم که فراتر از این، چون امکانات جنگ باورم است که پاکستان یک بازیگر است، یا کشورهای دیگر اگر ما بیایم دخل بسازیم پایشان، اینا یک بازیگر است، ولی این بازیگران اصلا امکانات بازی را دیگران میپردازند. امروز اگر شما توجه بکنید برای پاکستان ده هفته قبل ایالات متحده آمریکا 70 پروانه تیاره داد و 300 چند موتر ضد گلوله دادن که اینا به میلیون ها دلار ارزش داره. اما افغانستان که بالاخره مستقیما از اینا کمک خواسته بود، نیروهایشون تانست در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان رو به شکل کمک نکرد، اینا جای سوال است. این غرض آلود است این اقدامی؟ ما معتقد هستم بله. خب اغلب کنین در خصوص طرحی که مجلس قصد داره طرح امنیتی تدوین و تصویب بکنم، خب بگین کمیسیون چه صورتی؟ کمیسیون موظف شده تا اینا بشینه اوضاع امنیتی را نظری بعضی وکلایی که نظر داره اینا نظراتشون در جلسات شامل شه و مجموعی عواملی که در ناامنی تاثیر داشته اینا را تحلیل و ارزیابی بکنه. مگر آقای بهشت با معذرت، وظیفه طرح امنیتی از وظایف حکومت نیست؟ از وظایف حکومت هست که حکومت کار خود انجام نداد. بله، از وظایف حکومت خطوط اساسی سیاست کشور خارجی کشور تدوین. حتی ما سیاست بر نیاز به سیاست داخلی داریم. امروز متوجه هستین وقتی که رئیس جمهور در قضیه عربستان اعلام کردن حمایتشون از عربستان، اما صدای دیگری از ساختار حکومت بلند شد که ما این چنین چیزی را قبول نداریم. این خود نشان میده که ما سیاست داخلی ما بسیار آسیب پذیرتر است از سیاست خارجی. ما نیاز داریم تا که در سیاست داخلی خود هم توجه بکنیم تا ما یک مشت واحد، ما یک ملت واحده باشیم. سپاسگزارم. آقای سوهل، خب شما پیشتر اشاره کردین که به یک اداره استبدادی نیاز است و خب برای که کسایی که تروریست‌ها را مشایعت میکنه باید تو اعدام شوند. چی کسایی تروریست‌ها را مشایعت میکنه و در خصوص اقدام مجلس برای طرح امنیتی چگونه می‌بینی؟ ارزیابی چی است؟ خب تنها در شهر کابل نظر به احصایه ها و ارقامی که همشهری های بیگناه و بیدفاع و مظلوم ما در تاسیسات عامه به خاک خون کشانیده شدن و بعد از او کمیسیون های از طرف دولت ایجاد شده، کمیسیون ها تحقیقات هم انجام دادن ولی نتایجش ملت افغانستان خبر نداره که اینا را کیها بودن که اینا وارد تاسیسات عامه شدن، چگونه پشت پناه داده شدن، چگونه یاشای باته شدن و چگونه سوق شدن
اهداف چگونه برشان مشخص شد، بر بنیاد کدام معاملات سیاسی و اپراتیفی و استخباراتی. هر تروریست انتحاری که وارد میشه عقب زو دستهای خارجی با کمک جواسیس داخلی وجود داره. جواسیس داخل نظام معلومدار است، مشخص است و هرگاه شما از آدرس یک رسانه ریالیست خواسته باشین حقایق تثبیت کنین، شما به اداره سارانوالی امنیت ملی مراجعه کنین، ببینین که چقدر دوسیه های تروریست هایی که انتقال شده توسط کیها انتقال شده، در برابر چقدر پول انتقال شده و کدام حلقات از زوایای مختلف حکومت و دولت امو کسا را حمایت میکنه و حمایت کرده. و همچنان در عقب همچون معاملات خطرناک تروریستی که منجر به قتل هم اولاد من تو و فرزندان بیگناهی وطن شده، کدام دست های کثیف وجود داره که در داخل نظام اونا حضور دارند. خب وزیر داخله هم اشاره کرد، چیزی بله. که آقای بیشتی پرسیدم، خب برای چی تشخیص داده نمیشه یا برای چه شناسایی نمیشه؟ عدم تشخیص تروریستا، جواسیس و قاچاقبرای مواد مخدر، چون دست های بسیار قوی است در داخل نظام و خارج هم به سطح امریکا MI6, CIA و ISI پاکستان اونا را حمایت میکنه و امروز دولتی که ایجاد شده در داخل افغانستان در صحن سفارت ایالات متحده آمریکا با کمک ایالات متحده آمریکا، با کمک پاکستان و کشورهای عربی خصوصا انگلیس، این یک نمایندگی از ملت افغانستان نه تنها در طول 14 سال گذشته نکرده و امروز هم نمیکنه که حکومت دارای دو سر از دو زاویه با گزینش افراد دو قماش که امروز دروازه های ارک و قرارگاه های وزارتخانه ها به شمول مراکز مهم توسط دشمن های صلح و ثبات یا دشمن های دولت وحدت ملی کوبیده میشه. بنان موجودیت اشخاص افرادی که زمینه سازی میکنه برای دشمن های صلح و ثبات، برای تروریست ها به خاطر کشتن، بستن، به خاک خون کشانیدن اونا هستن. چنانچه آقای جلالی وزیر داخلی افغانستان بود، نتانست تا امروز که دشمن های صلح و ثبات معرفی بکنه و منجر به استعفایشان از پست وزارت داخله شد که اونا گفته بودن در کابینه ما جواسیس و قاچاقبرای مواد مخدر وجود داره، حضور داره. چنانچه قبلا جناب وزیر داخلی فعلی آقای علومی با صراحت لهجه و جسورانه اظهار کردند که علت اساسی ناامن ساختن صفحات شمال دستای است که در داخل نظام فعالیت میکنند. این یک اشاره صریح بود. بنان تا زمانی که نظام از وجود همین دستای کثیف که گماشتگان خارج هستند، گماشتگان استخبارات پاکستان، انگلیس و امریکا هستند، خصوصا عربستان، به هیچ وجه ما انتظار صلح، ثبات و امنیت نداریم و به هیچ وجه تروریست جرأت زیر کردن نمیتونه که اونا صعب موانع صعب العبور در مرزها عبور کنه یا فرضاً از چک پوینت های کلان که در داخل شهر کابل مخصوصا یا سایر شهرهای ولایت افغانستان وجود داره به خاطر تثبیت هویت و تلاشی اشخاص افراد مشکوک، یا پلیس با اونا معامله میکنه و یا هم استخبارات داخل کشور و یا هم مقامات بزرگ که وابسته به مافیا زمین، یعنی منافقین و فاسقین و غاصبین هستن و خائنین هستن که اینا خون ملت میریزانن و اصلا پروای ملت ندارن، به خون ملت اینا بلند منزلها رو جور کردن، اینا سرمایه گذاری کردن. این اضافه تر از 178 میلیارد دلاری که در داخل افغانستان متمرکز شد، یعنی این بازخواست داره. متاسفانه که جامعه بین المللی هم شریک است. اگر شریک نمی بود ضرورت نبود که سیگار و ویکیلکس و گروه بحران و شفافیت بین المللی گزارش بده که اراکین بلندپایه دولت خصوصا در بخش عدلی و قضایی و پلیس به فساد دست دارند. اینا باید یک کمیته نظارت بین المللی را ایجاد میکردن که مفسدین داخلی و وابسته به جواسیس خارجی و استخبارات خارجی را اینا تثبیت میکردن، ارزیابی میکردن که چقدر پول به داخل افغانستان سرازیر شد، در کدام عرصه به مصرف رسید، که با تحصیلات عمیق پارلمان افغانستان هم در عقب پرده مصروف معاملات هستند، اشخاص افراد بی ظرفیت فاقد تخصص و مسلک در برابر معاملات حمایت میکنن، حتی تا جایی که واقعیت های پنهان آشکار شده که این معاملات هم زایده است هم معامله است، هم از طریق کشور خارجی هم از طریق داخل پارلمان.
وزیری را مقرر میکنه، پارلمان به اونا رای میده که ظرفیت اقلا مصرف 32% بودجه خود اونا ندارن در عرصه انکشاف، در عرصه بازسازی، در عرصه خدمات اجتماعی به ملت افغانستان، در عرصه تامین امنیت. با نظر داشت موجودیت کمیت اضافه تر از 400 هزار نفر نیروهای قوای مسلح که چگونه تروریست، با ارتباط مسترد سازی صحبت شما قبلا آقای سیاف هم یک موضوع را مطرح کردن که هرگاه کسایی که تروریست ها را از آن سوی سرحد به داخل میاره یا شم میکنه یا باته میکنه، نان میته در موتورای شیشه سیاه داخل میکنه و خون اولاد ای وطن میریزه، اونا اگر در چارایی اعدام شد ما شاهد هیچ نوع حملات تروریستی در داخل شهرها نخواد بودیم. که متاسفانه ایجا فرهنگ گریز از قانون حاکم است، نیاز است که در این عرصه استبداد به وجود بیاید، استبداد در راه تطبیق قانون، استبداد در راه حاکمیت قانون و تضمین حاکمیت قانون، که متاسفانه در دور اول و دوم حکومت جناب رئیس جمهور کرزی 94 موارد قانون اساسی نقض شده، که 94 موارد نقض قوانین اساسی افغانستان در نزد رسانه ها هستند، در نزد ملت هم هستند. و موضوع مهم دیگه ای که از نظر ملت افغانستان بحران پنداشته میشه، عوامل بحران، مدیرای بحران مشخص است در داخل نظام، کسایی که بحران ایجاد کرده، کسایی که امروز در قسمت تشدید جنگ، در قسمت قاچاق مواد مخدر، در قسمت غصب زمین و همچنان در قسمت اشعاع و شیوع و همچنان تشویق مفسدین به فساد، اختلاس، ارتشاء، بی‌عدالتی، اونا مشخص در داخل نظام هستن. فساد مولود مفسدین است، مفسدین چهرهای کثیفش در داخل نظام مشخص است. بنان ملت افغانستان نیاز داره که اینجا یک رهبر، یک لیدرشپ قوی داشته باشه که بتانه که در جغرافی افغانستان با پیدا کردن جایگاه پای، نه از آدرس یک حکومتی که توسط ایالات متحده آمریکا یا استخبارات منطقه جور شده باشه و در عقب دروازه‌هایشان، یعنی در عقب دروازه‌های هر وزارتخانه، قرارگاه وزارتخانه ها ناامن باشه. ما مسئولیت نداریم، امنیت نداریم، فابریکای ما سقوط کرده، 8 میلیون انسان زیر خط فقر زندگی میکنه، بی‌عدالتی حاکم است، فساد داد بیداد میزنه و حکومت وحدت ملی در داخل هر بایر خود اینا وحدت کردن، تکنوکرات ها و مجاهدین. بنان این نمایندگی از ملت افغانستان نمیکنه. اگر نمایندگی از ملت افغانستان داشته باشه در جغرافیای افغانستان فیری از اسلحه خفیف شنیده نمیشه. بله آقای سهیل، با این یک وضعیت که شما تعریف میکنین، ناامنی خب ایجاب نمیکنه که ما حالا وزیر جنگ داشته باشیم. برای چی وزیر جنگ معرفی نمیشه؟ شما شاید جریان هستین که بعد از تشکیل اداره مصلحتی به اصطلاح وحدت ملی تحت ریاست آقای اشرف غنی، رای ملت افغانستان مفقود شد، معلوم نشد. صرف نظر از اینکه انتخابات یک انتخابات تقلبی، یک انتخابات مشحون از جعل و فریب بود، صندوق ها پر شد و بالاخره منجر به مداخله آمریکا شد. آمریکا تکنوکرات رئیس جمهور ساخت و مجاهد هم رئیس اجرا، به خلاف قانون، ارزش‌های قانون اساسی افغانستان. بلان ملت افغانستان از همچه یک حکومتی که جایگاه پای در بین ملت نداشته باشه چی انتظار داره؟ در عرصه خدمات، در عرصه تامین امنیت، در عرصه انکشاف، در عرصه تامین عدالت اجتماعی. اپوزیسیون مسلح داخلی که تا امروز از اونا تعریف مشخص نشده، که گاهی طالب، گاهی القاعده، فعلا نام داعش به اونا اطلاق میکنه. چرا اینا با کمیت 30,000-35,000 نفر در برابر 45 در برابر 4 لک و اضافه تر از 4 لک و 15,000 نفر حاکم است؟ چرا ولسوالی ها و قریجات ولسوالی ها تماما به دست عناصر صلح و ثبات یا اینا تروریست و القاعده چیزی که میخوانند؟ راکت پرانی ها، انفجار، انتحار، قحطی، قیمتی، بیعدالتی و تماما مشهون امی اداره است دیگه، اداره مصلحتی. خب اگر لطفا خیلی کوتاه اشاره کنین، در خصوص داعش گفتین، طالب یا داعش، یعنی یا جدا از هم نیستن، اما دقیقا طالب است. بله گوش کنین، ایالات متحده آمریکا فابریکی داشت و داره، بستر مستری ایالات متحده آمریکا، یکی از اقمار ایالات متحده آمریکا که مجهز به اسلحه اتمی است پاکستان است. در بستر مستری پاکستان گاه مجاهدین رشد دادن، گواه طالبان را رشد دادن و اخیرا فعلا به نام داعش. اکمالاتی که شما در تیتر خبرتون ما قبلا متوجه شدیم که نوشته بود که تیارات شب هنگام اسلحه به طالبان کمک میکنه، دیسانت میکنه، ویره باید مستندسازی کنین که کدام کشور است
و واقعیت امر سال گذشته هم در علاقداری نیش و چاردره حتی پرسنل پایین کرده بودند. بنان ایالات متحده آمریکا همیشه در افغانستان مداخله کرده، پاکستان بله. یکی از اقمارش است، تروریسم هم رشد میتن، هم سرکوب میکنن. هدفشان کمک همکاری بر ملت افغانستان نیست، هدفشان چنانچه قبلا جناب وکیل صاحب اشاره کردن اهداف بلند و بالای استراتژیک است و رسیدن به آبهای سرد است، رسیدن به گرفتن و یا مختل ساختن امن نظم و نظم ایران است و دریافت جایگاه پای استراتژیک در آسیای میانه، آسیای مرکزی و آسیای وطنی وسطی. اینه اگر لطفا بازم پرسش میکنم واضح اگر کوتاه جواب بدین، شما باور ندارین که طالب و داعش جداست؟ یعنی دقت یا همو طالب داعش همو طالب است، طالب دیروز یقینا فندمنتالیزم رشد فندمنتالیزم به سرعت خصوصا بعد از جهادگرایی هایی که ایالات متحده آمریکا در بستر مستری آمریکا چی مجاهدین پاکستانی چی مجاهدین افغانی اینا را روی کار کردن، تمویل کردن، تجهیز کردن، الا استینگر در اختیارشان قرار دادن و دیدن که پروسه اینا ختم از تاریخ ختم سال یک داعشی را به نام داعش دولت اسلامی شام عراق ایجاد کردن، ساحه فعالیتشان را گسترش دادن، با تندروترین سیاست میخوان یک بار دیگر نه تنها اسلام را بدنام کنن بلکه اهداف سیاسی و استراتژیک ایالات متحده آمریکا را توسط همین گروه ها تامین کنن. سپاسگزارم آقای بهشتی. اگر لطفاً کوتاه جواب بدین، خب تعریف واضحی از دوست دشمن وجود نداره، خب چیزی که پیشان اشاره کردن بسیار باور هستن که یک قسم چشم پوشی میشه از اعمال طالبان، اعمال تخریبی را انجام میدن و مسئولین دولتی میان میگن که خب داعش است بدون اینکه معلومات درست داشته باشن و او را پیوند میدن با داعش. چون این چیز واقعیت داره که چشم پوشی صورت میگیره از اعمال طالبان، برای چی تعریف وجود نداره؟ ما یک چیز را قبلا اشاره کردیم که متاسفانه در افغانستان مسائل قومی بسیار تیره شده و از سو استفاده میشه، مخالفین دولت هم از همین مسئله از این بستر استفاده کرده. در جایی که بالاخره برادران پشتونی ما بوده، اینا با استفاده از زبان از اونها استفاده زیاد کرده و همینطور علیه تاجیکا و ازبکا و هزاره ها اینا مجبوراً استفاده بوده که مخالفین دولت کرده و ما ایره شاهدش بودیم و شبسانه ها مکرر نشر کردن. اما امیدوار هستیم که اونچه که گفته شد، اونچه که عوامل ناامنی دیده شد و گفته شد و دولت افغانستان، دولت وحدت ملی بتونه گام های سریع تر برای تامین امنیت برداره و انتخابات پارلمانی را در سال 94 دایر کنه. اگر چنانچه حکومت وحدت ملی بر اساس مصالح ساخته شد و انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه به طرف تقلب رفت، ما نتونستیم از اون نتیجه مشخص بگیریم، انتخابات پارلمانی اگر برگزار نشود، افغانستان برای یک بار امکاناتی که از ناحیه کمک های جامعه جهانی میگرفت امکانات دست میده و اوضاع دستخوش بیشتر حوادث بیشتر میشه. سپاسگزار از آقایان فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان و جنرال صدیق ساحل آگاه نظامی، سپاسگزار از شما و سپاس از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.